اومدم. چطوری؟ ببین امروز الانم بهت بگم چی شد. این بسته نشه، چون برای اولین بار توی هوای گرگومیش اومدم رایدن تاک. یه ذره تاریکه، یه ذره شاید اصلا تاریک شه کلن. اینا رو ولش کن، امروز بیشتر با گوشت کار دارم تا چشت. دوتا رایدن تاک غیر تنهایی رفتیم با ایمان و کیارش. گفتم یه بار با هم دیگه خودمون بیایم یه دور بزنیم ببینیم چه خبره، دونه دست کیه و اینا. بعد ببین چی شد. اول که من خیلی هایپرم، قهوه هم نخوردم و اینقدر انرژی زیاد، چون زشته اول رایدن تاک مگه راجع به قهوه صحبت نکنم احساس میکنم مثلا اینترو برنامه ناقصه. قهوه نخوردم ولی جالبه وایبم، شاید به خاطر اینکه رفتم باشگاه و اینا، نمیدونم. اینو میخواستم بهت بگم، پایین خونه یادت گفتم دارن استارباکس میزنن، زدن سه روز دیگه افتتاحیه است. ببین داداش ول اون پایین، یعنی حساب بانکی ناقص. حالا ببین من نمیدونم چرا نمیدونستم که آرتیست مورد علاقم آلبوم داده. بعد حالا مسئله اینجوریه که تو شاید اصلا نشناسیش. البته اگه منو از قدیم دنبال بکنی بهت گفته بودم راجبه، نمیدونم شاید نگفته بودم، حالا کاری نداریم. کیان پورتراب چیه؟ کیان پورتراب لید سینگر کامنت بند بود. ببین همش که نمیشه راجب رپ و نمیدونم بیف فلانی با فلانی و اینا صحبت کنیم، که بذار بعضی موقعای چیزایی گوش کنیم، همون چیزی که اصلا رایدن تاک به خاطرش درست شد. بیا من یه موزیکی بذارم که تو شاید همینجوری نرمال اون موزیک رو گوش نکنی یا ندونی چی به چیه. البته من احتمال میدم یه سریاتون چند تا از آهنگای کیان پورتراب رو شنیده باشین. underrated هست ولی دیگه نه انقدی که من دارم میگم. به نظر من واقعا یکی از underrated ترین آرتیست های ایرانه. بعد یه فکت جالب بذار تو خود موزیک گوش دادنه، حالا فکت های جالب هم بهتون میگم دیگه راجع به داستان. ببین یه دونه EP داده که 5 تا ترکه، آره یه دونه EP داده به اسم گذار یا گذر، چون من دارم از رو خود چیزش میخونم لاتینش نمیدونم چیه، اگه اشتباه دارم میگم کیان جان شرمنده، اصلا نمیدونم این ویدیو رو میبینه یا نه. بریم از موزیک اول گوش کنیم. ببین هوا هم دیگه داره تاریک میشه، گفتم دیگه سخت نگیر، در ویدیو شاید تاریک باشه، گفتم دیگه خیلی واقعی باشه دیگه. بریم از موزیک اول راه فرار. قبول داریم مناسب هوا و ساعته یا نه؟ ببین داداش بلد کارشو. داره از دستم میره، وای بو هرچی با دستم ساختم خیلی وقت صبح نشده رد از این خونه. تو نگو دیره، میدونم خورشید هیچ وقت نمیمیره، نمیمیره. تو یه جایی
چقدر توقع داشتم یه گیتار الکتریک بیاد بخوره تو صورت همینجاش. با با بیا والا. ببین تو باید جلوی منو میدیدی چیزی که دارم میبینم و بذار خب اینم بذارم موزیک قطع میشه. اصلا هواه ببین یه جوریه داره دیوونم میکنه، یعنی اصلا آسمون ترکیب رنگی، اصلا واقعا همینجا میخوام وایسم و اصلا برام مهم نیست اتوبانه. دروغ گفتم مهمه چون جریمه میشم، ولی آخه وای به آهنگو ببین. راه فراری هست دور از این درد های جایی هست. آها این دروپه رو میخواستم، این دروپه رو میخواستم. قرمز مگه نیست میرین؟ منم میام، منم میام. راه فراری هست دور از این دردهای جایی هست. وای ببین چقدر خفن موزیکه. What the fuck، خیلی باحاله. آقا بذار فکتر رو بهت بگم. ببین من انقدر فن کیان پورتراب بودم، شاید تنها آرتیست ایرانیه که جشن امضای آلبومشو من رفتم تو تهران 5 سال پیش، یادم نیست، تک تنها بلند شدم رفتم تو یه دونه کتاب فروشی هم بود، بعد یه اجرام داشت موزیکاشو اجرا میکرد. بعد اصلا کم هم بودن همه کسایی که اومده بودن، کلن شاید مثلا 70 نفر بودن، ولی یعنی اینجوری نبود که بگی کنسرت الان، واقعا همین حدود بود، شاید هم حتی کمتر. بعد حال دادا، حال داد، اون آلبوم 30 داده بود. وا چقدر خفن بود پسر. بعد دوتا ترک هم تو این دیدم که مثل که آکوستیک اون آلبومه، یعنی ترک های اون آلبومه. حالا الان میرسیم بهش. این تموم شد. آوترو داره؟ بکنم تموم شد دیگه. ملودیش میدونی شبیه چیه؟ فاک سیامک عباسیه. چی بود؟ خوشبختیت آرزومه. گوش کن ناکن. حتی با من نباش مثلا دیگه، یه ذره شبیشه. آکوردش همونه، سفت. اما پسر حلال اولسون چقدر خفن بود ترکه. ببین
یه دونه از لحظه ها، من فکر کنم لحظه ها موزیک کامنت بند بود، مطمئن. آره فکر کنم موزیک کامنت بند بود. اینو آکوستیکش رو گذاشته تو آلبوم، ببین بیا با هم اینو نشنیده باشی میمیری برای این ترک. چرا وسطشون بیا بالا. بعد حالا میدونی همزمان به چی فکر کن؟ به این فکر کن که ترکیب کیانپور تراب با چه آرتیستی جالب میشد اگه اینا. بعد فکر کنم مجازه، نمیدونم اینا شو، فکر کنم دیگه الان مجاز شده، ولی این آلبومش آخه مستقل اومده، هیچ لیبل چیزی نداره. ولی اگه غیر مجاز باشه که خیلی حال میده، فیت خوب بده حال کنیم. میگذاریم ما کلاس موزیکو، بیا با من. از روزها و روزها از ما، اون بکراند موزیک هری پاتر رو هستم، بیا با هم باز با هوا میخوره. میرسیم به هرچی داشتیم از قبل ها، میسازیم ما تو فکرمون فردا. بی خبر از رفتن لحظه ها، ملودیش اصلا کلن عوض شده، نمیدونم زیر یه موسیقی دیگه است. دیدن کوه از راه دور، دیدن دشت به شرط برگشتن. میگذاریم از، ببین برو راک اینو سرچ کن، ولی یعنی بزن کامنت بند لحظه ها اونم گوش کن. من به نظرم اون از این باحال تر بود، حالا نمیم اونو اول شنیدم یا اینو، این خیلی ملوه، اون قشنگ گیتار الکتریک داره حال میکنی. فرصت کوتاه بودن ما، بی خبر از رفتن لحظه ها، اما رد میشن از من. فاصله ها بین ما نمیذارن تا من تو رو ببینم. یعنی ببین وسط جاده آلبومش که پلی شد چراغو خاموش کن، یعنی هر جا ماشین رفت با ماشین برو، اینو اصلا با چراغ روشن نباید گوش کنی، هر جا هستی چراغو خاموش کن. بیا حالا Oh,
میگه میگذریم ما از روزها و روزها از ما. برو بریم ببین. ولی واقعا بخوام بهت بگم، چون هم جلکی هرچی میاد که نمیخوام چیز کنم، واقعا اون ورژنشو من از این خیلی بیشتر دوست داشتم. ترک 1 10 از 10، یعنی ببین اون که هیچی، اون که قفلی چند روز آینده است، یعنی اونو که بلند کن. بریم سراغ ترک بعدی، بازم چیزه آکوستیک. نمیستم کدوم آهنگش بود؟ نشینم فکر کنم، حالا بذار گوش بدیم. هنگ درامو هستم. نمیشه این تپه نیام بالا. توربینو چجوری گذاشتم کیارش یاد بگیم. چرا هم آشنای هم نیست؟ شبیه یکی از آهنگای چارتاره. گرفتی چی شد؟ بعد آخه با چیزم آهنگ داره، آرمان گرشاسپی چارتار هم آهنگ دارم. اون موزیکشون هم خفنه. برو کلن اصلا دیسکوگرافیشو کلن برو چیز کن، سرچ کن، برو بیوف به جون اسپاتیفایش. خوبه همه بریم. فقط نگران اونم نمیدونم. خوبه بیستم من این روزهای غم که پا به پای هم میرسم. احساس میکنم یه جا شنیدم ولی نشنیدم و اینا داره اذیت هم میکنه. خیلی آشنای موزیک. من این بار و این بار که از فکر به سرمای سخت ساکن بی حرف نیستم. اینم نباید اینجا گوش کنی. میدونی چی بهت میگم؟ برای این موزیک لوکیشن اشتباهه. یعنی لوکیشن میتونه درست باشه ولی ببین کلن من دارم آلبوم رو تو جاده میبینم دیگه. یعنی یه ذره الان من جلوم سوپرمارکته. نمیخوره اینا به هم دیگه. ولی دارم سعیم میکنم. البته این پشتم یه جایی هست. بذار این زمان اونجا. دارمت. تکرارم ساکن بی
سجاری شدن من از فکر به تک رار بودن های من از فکر به روزهای سرد نه باید هوا رو میدیدی. ببین شیطونه میگه ساختار رایدن تاکو فقط برای این قسمت به هم بزنم و دوربین رو بچرخونم، ولی این کار نمیدونم. به خاطر شرایطی که توش بودم این موزیکه بهم نچسبید، ولی میدونم اگه شرایط عوض میشد حال میکردم، چون هنگ درامو خیلی هستم. ببین هوا توسمه‌ایه، چطور بگم، یعنی یه رنگ جدیده که اصلا خیلی بامزه است. اینم از نمیستم. به ترتیب ببین دقیقاً به ترتیب درست بوده. موزیک اولو خیلی دوست داشتم، موزیک دومو یه ذره کمتر. موزیک امیدوارم این دوباره برز رو زیاد. از وقتی اون رفت ببین موزیک مناسب شرایطه. اه نمیبینی که به به این ده از دهه. جنس صدا رو یا خورشید که میخنده، چقدر صدا شبیه کیان نیست؟ آروم آه شبیه شد. یه روز دیگه سه خوبش میشه واسه من. هستم اینو، هستم اینو. فکر فکری خونه ام این که واسه من هست، یه آغوش یه آغوش. تازه الان شروع میشه. اما از وقتی اون وقت چیزی یادم نیست. ببین میدونی موزیک خوراکه چیه؟ بابا برو اسمیخ برمیگرده نگاه هم میکنه گاو. الان باز یکی میگه چرا به گاو ها توهین کردی. آقا موزیک خوراکه اینه که روی یه فیلمی باشه، بعد فیلمه مثلا از این مدل چجوری بهت میگم، مثلا یه دختر پسرن بعد تینیجرن عاشق همدیگه شدن، دختر مثلا با کیفش بعد دانشگاه رو شیروانیش مثلا پاهاش آویزونه داره کتابشو میخونه، خونه ها همه رنگی منگی و فلان و اینا، پسره مثلا ویلا بغلیشونه خونهش، لاکچری هن دیگه مثلا اون مدلی هن. بعد داره از جلوی این رد میشه، بعد صندوق پستی جلوی خونه رو مثلا چک میکنه ببینه مثلا الکی هیچ خبری هم نیست، ببینه مثلا چه خبره و اینا که دختر رو مثلا دید بزنه. بعد همدیگه رو نگاه میکنن، یه دونه کلوزآپ دختر است که مثلا زیر چشی به سر نگاه میکنه، بعد پسر اینجوری دختر نگاه میکنه، بعد این داره همینجوری با این گیتار زیر تیلور سویفتی میزنه. خوب گفتم؟ خیلی خفن گفتم. از وقتی اون رفت. آها یه جاشو حساب نکردم، میگه از وقتی اون رفت اونا اسباب کشی میکنن میرن. حالا گوش کن. دیگه هیچی تو دنیا واسم نیست، واسم نیست. آخر
بار این لبخندم رو دید و از اینجا رفت. خودشه. از وقتی اون رفت من چیزی یادم نیست. یادم فیکس عشق بچگیه. دیدی همه هم دارن راجع به عشق بچگی میخونن و اینا قشنگ یه وایبیه دیگه، میگیری چی میگم؟ اینم تو همون مایه. از وقتی اون رفت دیگه هیچی تو دنیا واسم نیست، واسم نیست. از وقتی اون رفت چیزی یادم بنازم نیست. از وقتی اونجا اینو گذاشت پای خودمون که تو کنسرت ها میگه از وقتی اون رفت هیچی یادم نیست. Thank you New York. بابا بنازم، خیلی حال داد، خیلی حال داد. باریکلا. Thank you. بریم موزیک آخر، دل سرد. دل سرد و میمیرم براش. یعنی ورژن اصلیشو باید گوش کنی. کلا این آلبوم دو تا موزیک فکر کنم جدید داشت. اون سه تا دیگه آکوستیک موزیکای قدیمیش بود. دل سردو که برو اصلیه رو گوش کن. یعنی کلاس تنظیم رو ببین. بذار گوش کنیم اینو آکوستیکشو. دوباره بدتر از اون نباشه. چلو رو آورد. فضا رو از سرده بین ما خیلی وقت گوشم نبود مال سرما شدیم حجمی از آرزو که رسیدیم به تکرار پشت تصویرهای دور. این چی میگه؟ ما بودیم گرم خندم اما حالا ببین عادتها چه زود ما رو تونستن به بازیشون بگیرن. دست ما میسپارن یا که این خواب ها که ما رو جا میذارن اما هیچ کس جز ما نداره سمی از این درد. یه بارم میشه شاید نموند دل بالا. همینجا نباید ولمون کنه، باید قشنگ اوج بگیره. تو رو خدا این کار رو بکن، دیوونه میشم. نه این خداییش بهتر از اون نیست ولی بدتر هم نیست، در یه لول هم. صدای آتیش اون زیرو میشنوی؟ اینجا رو
های نگفته بیا قطعه حتی حرف های نگفته هم که جمع شدن روی هم حتی فاصله های همیشه هم کشوندن آرو به سمت هم به سمت احساس میکنم قرص تو بدنم ترکید بعد کلابو بستن میگه همچین وای بیدارم چقدر نباید اینجوری تموم میشد ای وای عرق سرد کردم باشه ولی اشکالی نداره حال داد چه حالی داد آلبومه قبول داری؟ یه بار دیگه دلم میخواد اون موزیک اولیه رو گوش کنم ولی یه تکراری میشه برات برو خود گوش کن موزیک قبلی هاشم دوست داشتم گوش کنم خیلی حال میده ببین میدونی یه حس جالبیه یه آرتیستیو که دوستش داری بعد مثلا میدونیم خیلی همه گوشش نمیدن یه حس دوگانه ای میگیری از یه طرف خوشت میاد که موزیکی که داری گوش میدی یونیکه تو هر ماشینی مثلا نیست مثلا دیگه الان تو هر ماشینی میری روز سفید منو مثلا داره گوش میده میدونی چی میگم این خب باحاله تو یه موزیک گوش میدی که میده. از یه طرف خب نباید اینجوری باشه دیگه الان واقعا کیانپور تورا باید لولش مثلا در حد آرتیستای ای لول باشه چون لحاظ پروداکشن خفنه لحاظ سبک یونیکه ما نداریم این مدلی واقعا نداریم از لحاظ دیگه چی بهت بگم با حال دیگه آها اینو می‌خواستم بگم ترکیبش فکر می‌کنی با کی باحال میشه ببین به نظر من با پوبون باحال میشه با مهراد هیدن باحال میشه با سیروان باحال میشه متهم میدونم با هم دیگه قبلا یکم مثلا گیتار سیروان رو فکر کنم میزد اگه اشتباه نکنم کنسرت‌های قدیمی سیروان اون موزیک بارون پاییزی ورژن داره کنسرت ورژنشه اونو میدونم که کیانپور تورا گیتارش رو زده بود بنابراین با حال امرو واقعا دوست داشتم یه ذره چیز کنیم برگردیم اصلا تو وایب تو حس و حال آلبومم دلم میخواد واقعا برم تو جاده میدونی چی میگم مغزم یه جوریه قفل کردم اصلا بعدش میدونی چه حسی بهم دست داد تو ماراتون وقتی ببین 21 کیلومتر دویدم بعد از اینکه دویدم یهو وایسادم خب بعد انگار روحم میخواست ادامه بده یعنی جسمم وایساد روحم میخواست بدنمو بکنه باز بره 20 کیلومتر دیگه خب واقعا داشتم سکته میکردم الانم یه همچین حالتیه یعنی یهو تو اون همه موزیک و تو اون همه فضا سازی و اینا یهو تموم شد بعد پشت چراغ قرمزم هستم اصلا خیلی حس عجیب غریبیه ولی داشتم اینو بهت میگفتم فکر میکنی ترکیبش با کدوم از اینا باحال میشه به هم بگو و اینم میخواستم بهت بگم که این رایدنتا که گفتی شبیه کیه شبیه دو سه تا رایدنتا که اولی مونه که اصلا کلن قرار این بود که بیایم بشینیم تو ماشین موزیک گوش کنیم موزیکایی گوش بدیم که خیلی پاپیولر نیست و همه جایی مثلا پیدا نمی کنی و اینجوری بعد دوست دارم این کارو بکنم و دوست دارم مثلا همین مثل الان موزیک گوش بدم اینم واقعا دارم تست میگیرم نمیدونم الان چی میگن کردیت های این آلبوم همش برای خودشه اصلا اوکیه الان کپی رایت ما نخوریم سر این داستانا اینا رو نمیدونم بعدم یه جوریه دیگه مثلا وقتی بیای کانتنت درست کنی بعد بذاری بعد کپی رایت بخوری حالا یه یوتیوبر باشی میدونی چی میگم حس بدیه حالا یه موقع هست تو یه کانتنت رو داری درست میکنی برای اینکه مثلا دهن یکی رو سرویس کنی یارو هم مثلا تو کتش نمیره میاد مثلا کپی رایت میزنه رو ویدیوت یا مثلا یاد اذیتت میکنه حالا اون دیگه میتونی چیز کنی ولی بعضی ویدیوهای اینجوری چون کپی رایت خوردم که میگم
یعنی مثلا دو سه تا از رایدن تا کای من کپی رایت خورد. بعد اینجوری بودم که خب بابا یزید نکن دیگه، مثلا ویدیوها رو دیدی اصلا، هم داریم راجع به موزیکت صحبت میکنیم هم داریم راجع به چی میدونم حالمون خوبه دیگه. میدونی یه نفر اگه نشسته الان تو ماشین نشسته نمیتونه بگه حالمون بده، حالمون خوبه. و خدا رو شکر دارم رانندگی هم میکنم، نمیگن مستی. حالا چرا مستی هم میتونی رانندگی کنی، ولی خب معلومه مست که نیستم که. حالمون خوبه، یکی باید درکش کنه وایبشو بگیره، ولی بعضیا نمیگیرن اذیتمون میکنن. خلاصه اینم از این. آها بذار حالا دیگه این آلبومه رو که گوش دادیم، اول اینکه بگو به نظرت به طور کلی آلبومه چند از دهه؟ به نظر من به طور کلی 7 هست، چون آره 7 هست، 7.5 هست. اون آلبوم سیش، سی انگلیسیه، اونو گوش کن. اون به نظر من واقعا 8.5ه، اون قشنگ 8.5ه. بعد موزیک اصلا بد نداشت. یه چیز دیگه هم می‌خواستم بگم، اینکه از آلبوم یه چیز دیگه می‌خواستم بهت بگم که رایدن تاک برام بنویس که اگر قراره دوتایی بگیریم با کی بگیریم. تکراری میتونه باشه دیگه، چیز که نیستش که مثلا پادکست یا مثلا برنامه نیست که حالا یه مهمون یه بار میاد، که مثلا یه بار دیگه میتونه کیارش بیاد، ایمان بیاد، نمیدونم. ولی رایدن تاک بعدی یه مهمونی داره که اگه مخاطب سینس دی وان چنل من باشی، یعنی مثلا دیگه از روز اولی که من چنل یوتیوبو زدم بودی، میدونی داستان چیه، اگه اون مدل مخاطب باشی باید حدس بزنی کیه. خب دیگه خیلی راهنمایی کردم، یعنی از تقریبا از همون موقع تا الان هیچ ویدیویی باهاش نداشتم. قراره یه ویدیو بگیریم، حالا شاید باز بیشتر با هم ویدیو بگیریم، ولی این یه ویدیو رو که قراره داشته باشیم. اگه میدونی کیه بنویس، اگه کسی دوست داری بیاد تو برنامه و اینا بنویس. و اینکه همین دیگه، چقدر به موقع رسیدم، تایمینگ 10 از 10. من اصلا نمیدونم این ویدیو چی شد، دستم اومد، نمیدونم فوکوس اگه پریده، نمیدونم نور اگه کم بود. دیگه خواستیم یه آلبوم ما هم دیگه گوش کنیم و حالشو ببریم. خیلی سخت نگیر، دمت هم گرم. و اینکه تا رایدن تاک بعدی مراقب قشنگیات باش. باشه، سویچ کو، میبینمت. یه ویدیو از تو